پرسپولیس النصر. چطوری کریس این بار توی عربستان. پرسپولیس توی یک بازی نفسگیر و پرهیجان بالاخره تونست یک امتیاز از النصر بگیره و به پیروزی‌های متوالی این تیم کهکشانی توی آسیا پایان داد. انتظارها برای دومین تقابل النصر و پرسپولیس توی لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید و سرخپوش‌ها توی خونه حریف به مسافت قدرتمندترین النصر توی تمام تاریخ رفتن. پرسپولیس برای بیشتر کردن شانس صعود خودش نیاز داشت که دست به کارهای خیلی بزرگی بزنه و با دست پر از زمین ریاض خارج بشه. از اون طرف النصر با وجود قطعی شدن صعودش با ترکیب قدرتمند و پر انرژی پا به زمین میذاشت و در پی پنجمین پیروزی متوالی آسیایی خودش بود. اما در نهایت این مسابقه 0-0 مساوی شد و پرسپولیس تونست یک امتیاز از این حریف چغره بدبدن خودش بگیره. توی این ویدیو به همراه خلاصه بازی بدون گل اما پر از موقعیت و پر از هیجان و پر از زد و خورد و یک کارت قرمز و خیلی دیگه از اتفاقهای دیگه و پرحاشیه قرار تحلیل و بررسی این بازی رو از زمان کارشناسا و البته رسانه معتبرم بشنوین. پس اگر دوست دارید بدونید که پرسپولیس چجوری بالاخره تونست امیدهای خودش رو با این همه دست خالی و نداشتن مهاجم، اون همه مصدوم و البته حاشیه های عجیب و غریبش به سفر به عربستان زنده نگهداره این ویدیو رو تا تماشا کنید. قبل از اینکه بخوایم خیلی ریسیم توی ماجرا و ویدیو رو کامل شروع کنیم بهتون پیشنهاد میکنم قبل یا بعد از دیدن این ویدیو، ویدیو دیروز که مربوط به اتفاقات و حواشی قبل از بازی پرسپولیس النصر بود از دست ندید. از گم شدن یحیی محمدی توی ریاض تا اتفاقات عجیب غریب برای بازیکنان پرسپولیس رضا درویش بود. لینکش این بالا میاد، اگه دوست داشته باشید میتونید کلیپ کنید ببینید. خب بریم سراغ ویدیو. من میخوام قبل از اینکه بریم خیلی ریسیم توی جزئیات و بریز بریز لحظات حساس بازی رو به همراه کارشناسی و خلاصه بازیش ببینیم، یه خلاصه جزئی اما کامل از این بازی بهتون میدم که شما با شنیدنش کامل میتونید بازی رو بفهمین و ببینید که چه خبر بود. اول از همه شروع بازی با شوکی زود هنگام پرسپولیس همراه بود و داور خطای سروش رو روی رونالدو توی محوطه جریمه گرفت و نقطه پنالتی رو نشون داد. ما با بازبینی صحنه پنالتی پس گرفته شد. البته نکته جالب اینه که رونالدو بعد از اینکه دید داور سوت زده خودش گفتش که این صحنه پنالتی نبوده. پرسپولیس وقتی از این شوت خارج شد موفق شد نبض بازی رو در دست بگیره و در دقیقه 16 حرکت سرلک با آوانتاژ داور همراه شد و در ادامه پاس عالی امید آلیشاه موقعیت خوبی رو برای دانیال اسماعیلی‌فر ساخت، اما این تک به تک به گل تبدیل نشد. اما خب با این حال داور سوت زد تا با مشورت کمک داور ویدیوی خودش علیلا جامی به خاطر خطای خشن با کارت قرمز مستقیم جریمه کرد. پرسپولیس تا اواخر نیمه اول موقعیت‌های خیلی خوبی ساخته بود اما به گل تبدیل نشد و در دقایق پایانی حرکت ستاره النصر مثل رونالدو و بروزوویچ برای پرسپولیس سه کارت زرد رو به همراه داشت، اما در نهایت نتیجه نیمه اول تساوی بدون گل بود. در نیمه دوم پرسپولیس اون تواتاب همیشگیش رو مثل نیمه اول برای رسیدن به گل نداشت و از طرف دیگه النصر 10 نفره بود و نیاز داشت به خودباوری بیشتر نسبت به نیمه اول بیاد توی زمین بازی کنه که همین در نیمه دوم خیلی به چشم می‌خورد. این بازی توی نیمه دوم خیلی پر زد و خورد بود و بهترین موقعیت پرسپولیس هم که توسط شهاب زاهدی به گل تبدیل شد آفساید گرفته شد. پرسپولیس درسته که تلاش خیلی زیادی کرد و در نیمه دوم هم به دروازه النصر نزدیک شد، اما باید قبول کنیم که النصر 10 نفره هم خیلی قدرتمنده و در نهایت دستاورد سرخ از این بازی کسب یک امتیاز و ثبت کلینشیت مقابل این تیم کهکشانی بود. و اما از این لحظه کاملا میگیم جزئیات بازی هم با هم دیگه داشته باشیم. هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه 6 آذر 1402 ورزشگاه اولالفاک ریاض. با علام AFC تیم داوری چینی دیدار امشب النصر و پرسپولیس رو سود خواهد زد که توی ویدیو قبلی مربوط به اتفاقات قبل از بازی النصر کامل بهش اشاره کرده بودم که این داور همون داور فینال سال 2018 بین کاشیما هانترز و پرسپولیس. اسامی گروه داوری: داور وسط مانینگ، کمک های اول دوم ژوفی و ژانگ چن، داور چهارم وانگ دی و ناظر داوری علی همتسیف از کشور امارات. ترکیب دو تیم: پرسپولیس با ترکیب علیرضا بیرانوند، گئورگی، حسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریکی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، مهدی ترابی، امید علی شاه و شهاب زاهدی بازی رو شروع کرد و در طرف دیگه النصر با ترکیب نواف العقیلی، علی لاجامی، آیمرک لاپورت، سلطان الغنام، مارسلو بروزوویچ،
اوتاویو، سامیل نجی، عبدالرحمن قریب، آیمنون احمد، کریستیانو رونالدو و سادیو مانه بازی رو شروع کرد. دقایق حساس بازی توی این بخش، دقایق حساس بازی توی نیمه اول دوم رو به همراه خلاصه ویدیویشون قرار میدم و کامل واسهتون تحلیل میکنم و شرح میدم. دقیقه دو، اولین خطر جدی النصر و از دست دادن توپ از فروش همراه شد و در ادامه با تکل رفیعی داور چینی نقطه پنالتی رو نشون داد و داور برای چک کردن صحنه مشورت گرفت. در دقیقه 4 داور پنالتی پس گرفت و بعد از چک کردن VAR متوجه شد که این صحنه پنالتی نبوده و رونالدو تعادل خودش رو توی محوطه جریمه از دست داده که رونالدو از قبل هم به این موضوع خودش اشاره کرده بود. در دقیقه 12 با پاس فوق‌العاده ترابی، شهاب زاهدی موقعیت خیلی خوبی تو قلب خط دفاعی النصر داشت اما توپ از پای اون جدا شد. در دقیقه 16 حرکت خوب و سریع امید علیشاه با پاس اون برای دانیال همراه شد و اسماعیلی فر در مسافه تک به تک با گلر النصر برخورد کرد و نتونست توپ رو بزنه. در دقیقه 17 داور با بازبینی صحنه خطای علی لاجامی روی ساق پای میلاد سرلک، علی لاجامی رو به خاطر خطای شدید اخراج کرد. این خطا در دقیقه 16 انجام شده بود. یک نکته جالب اینه که میلاد سرلک که در بازی رفتی ایران اخراج شده بود حالا باعث اخراج یکی از یارای النصر میشد. و در نهایت در دقیقه 17 علی لاجامی با گرفتن کارت قرمز مستقیم به خاطر خطای شدید روی سرلک که اول با آوانتاج داور همراه شده بعدش هم با VAR اخراج میشد. در دقیقه 23 حرکت خوب از سمت راست با سانس برای مهدی ترابی همراه شد اما شوت مهدی ترابی در شرایط نامتعادل زده شد و خیلی اونجور که باید شاید خطرساز نشد. در دقیقه 26 شوت ناگهانی مسئول ریگی از پشت محوطه جریمه درست جایی رفت که العقیدی حضور داشت و اون رو در دست گرفت. در دقیقه 27 حرکت ترکیبی سرخا با چرخش و شوت شهاب زاهدی همراه شد اما شوت ششم پرسپولیسی هم توی چارچوب نبود و خطر جدی رو روی دروازه ایجاد نکرد. در دقایق آخر بازی یعنی در دقایق 43، 44 و 49 النصر با گرفتن ابتکار عمل باعث شدن که شهاب زاهدی در دقیقه 43، امید علیشاه در دقیقه 44 و سروش رفیعی در دقیقه 45 و در وقت‌های اضافه که 4 دقیقه بود کارت زرد دریافت کنند. دقیقه 46 شروع نیمه دوم با سانتر خطرناک استادیو مانه همراه بود و در این صحنه بیرامند حین فرود با رونالدو برخورد داشت که اون دچار مصدومیت شد که رونالدو در دقیقه 46 در برخورد با بیرامند از نوع گردن مصدوم شد اما به بازی ادامه داد تا اینکه در نهایت در دقیقه 78 تعویض شد و مستقیم به رخکن رفت و در سومین تقابلش با بیرامند از گلزنی به این دروازه‌بان ناکام بمونه که توی کریس سوم با سلامت رد شد و در نهایت در دقیقه 53 پرسپولیس یک گل رو به ثمر رسوند. گل برای پرسپولیس توسط شهاب زاهدی به ثمر رسید اما به خاطر آفساید مردود اعلام شد. در دقیقه 57 نفس توی سینه با چرخش و ضربه رونالدو حبس شد اما در نهایت ضربه کریستیانو رونالدو خارج از چارچوب بود. در دقیقه 61 موقعیت عالی برای سرخا با اشتباه خط دفاعی النصر که پرسپولیس در نهایت نتونست از تعلل لاپور استفاده کنه. در دقیقه 78 کریستیانو رونالدو به خاطر مسئولیتش که بیشتر نشه تعویض میشه و مستقیما به رخکن میره. در دقیقه 90 و در وقت اضافه یعنی دقیقه 94 در شلوغی محوطه جریمه چند رفت و برگشت ایجاد شد و توپ ترابی به دانیال رسید و شوت بی‌دقت اون از بالای دروازه به بیرون رفت و بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. بهترین بازیکن زمین اوتاویو توی این بازی از مونه و رونالدو هم بهتر و خطرناکتر خودش رو نشون داد و بارها بازیکنهای پرسپولیس برای متوقف کردن اون مجبور به خطا شدن. اون بازیکن برتر النصر توی این دیدار بود و از پرسپولیس هم میلاد سرلک نمایش قابل قبول و خوبی داشت و تا قبل از مصدومیت بهترین بازیکن سرخا بود اما مهدی ترابی هم تا دقیقه 70 خوب کار کرد اما در دقایق پایانی نتونست اونجور که باید و شاید توی موقعیت‌های حساس ظاهر بشه. اتفاق ویژه این بازی هم که اکثر رسانه بهش پرداختن مسئولیت رونالدو البته که جزئی بود در دقیقه 46 در برخورد با بیرانوند و تعویضش در دقیقه 78 و ناکام بودن توی گلزنی در سومین تقابلش با بیرانوند. اما حواشی قبل بعد و درون بازی آلیسکا بهترین گلزن النصر توی لیگ قهرمانان توی این بازی استراحت میکنه و النصر از 5 بازیکن خارجی لیست خودش توی ترکیب اصلی استفاده کرده. سعید صادقی رو به خاطر سرماخوردگی و محمد عمری به خاطر مسئولیت از ترکیب اصلی پرسپولیس در شرایطی که اسم اونها توی لیست بود خارج شده. البته اینها نکاتی بود که توی ویدیو قبلی یعنی ویدیو قبل از بازی پرسپولیس النصر بهش اشاره کرده بودیم
و اما حالا میریم سراغ نکاتی که عین بازی یا بعد بازی اتفاق افتاده در کمتر از 30 دقیقه. و شروع بازی سکتای خالی ورزشگاه النصر به چشم خورد، اما اونها طی 5 دقیقه بعد از این خبر پر شدن کامل. آخرین تصویر بینامند پیش از سومین تقابلش با کریستیانو رونالدو، این تصویری که در حال مهار توپ و تمرین کردنه. کریستیانو رونالدو توی صحنه که داور اپیدا پنالتی گرفته بود و قبل از اعلام پنالتی توسط داور گفتش که پنالتی نشده و این توسط دوربین ها شکار شده، خیلی توی بازی روش مانور انجام شد. درباره میلاد سرلک صحبت کردیم. میلاد سرلک به دلیل مصونیت در دقیقه 70 به بیرون رفت. امید آلیشا مثل سرلک نتونست بازی رو ادامه بده و جای خودش رو به سرگی جوان داد. بعد از اعلام پنالتی روی کریستیانو رونالدو و زمانی که رونالدو اعلام کرد که خطای روش انجام نشده، کاسترو سرمربی پرتغالی النصر با افشین پیروانی وارد درگیری لفظی شد. النصر عربستان که با برد در مسابقه قبلی خودش صعود خودش رو به مرحله بعدی قطع کرده بود، با این تساوی 13 امتیازی شد و صعود خودش رو به عنوان تیم اول گروه ای به دور حذفی قطع کرد. و پرسپولیس هم با این تساوی 8 امتیازی شد و برای صعود به دور بعدی باید منتظر نتیجه ساره تیم های رده دوم در کل گروه های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2023 باشه. توی این بازی پرسپولیس و یحیی گل محمدی نشون دادن که نترس اومدن که مقابله یک تیم پرستاره بازیکنان رو ببرن، چون پرسپولیس برای بالا بردن شانس صعودش به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا نیاز به پیروزی داشت، اما در نهایت با تساوی برابر این تیم کارش رو یکم سخت کرد. در نهایت امیدوار به صعود پرسپولیس به دور حذفی و دوباره مسابقه جذابش هستن. در نهایت من اینطور میگم، نمایش دلپذیر پرسپولیس مقابل النصر، پرسپولیس همه چیز داشت جز یک قاتل بلفطره. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرم. لایک، کامنت، سابسکرایب کانالتون فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.